اطلاعیه کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد. محکومیت دفن مخفیانه پیکر 52 شهید اشرفی توسط دولت عراق. فراخوان به تحقیقات مستقل بین المللی توسط دادگاه بین المللی جنایی و سپردن قاتلان به دست عدالت. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد که از حمایت اکثریت مجلس عوام و بیش از 100 تن از اعضای مجلس اعیان انگلستان برخوردار است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دولت عراق در یک نقض آشکار عرف بین المللی و برای از بین بردن آثار جرم و در بردن جانیان از عواقب اقدام ضد بشریشان، پیکرهای 52 نفر از ساکنان اشرف که در جریان قتل عام اول سپتامبر به قتل رسیدند را مخفیانه دفن کرده است. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد به دولت عراق متذکر می شود بر طبق توافقنامه بین ساکنان کمپ اشرف و یونامی در 2 سپتامبر 2013 52 جسد تا زمانی که یک ناظر بیطرف بین المللی برای کالبد شکافی حاضر شود در سردخانه بعقوبه بایستی نگهداری می شدند. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد مصرانه بر روی یک تحقیق مستقل بین المللی توسط دادگاه بین المللی جنایی برای بررسی این قتل عام و گروگانگیری در کمپ اشرف در اول سپتامبر تأکید می کند و به دولت عراق یادآوری می کند دفن شواهد همدستیش در این جنایت علیه بشریت را نمی تواند پنهان کند. مرتکبین این جنایت به عدالت سپرده خواهند شد. نامه طلال الزبیعی نماینده پارلمان از العراقیه به بان کی مون. اقدام شنیع دفع مخفیانه پیکرهای 52 شهید اشرف مغایر تمامی موازین قانونی، اخلاقی، انسانی، اسلامی و عربی است. دولت مالکی تلاش می کند با از بین بردن معتبرترین آثار جرم در جنایتی که در اشرف انجام داد سناریوی رفع مسئولیت از خودش در این جنایت را کامل کند. از سوی خودم و ده‌ها تن دیگر از همکارانم مصرانه از شما می‌خواهم با اعزام یک هیئت تحقیق بین المللی از سوی دادگاه بین المللی جنایی جهت روشن ساختن حقایق مربوط به قتل عام و گروگانگیری اول سپتامبر اقدام کنید. آقای بان کی مون، دبیر کل ملل متحد. در نهایت شگفتی و تأسف مطلع شدم که بعد از 5.5 ماه امتناع عامدانه و غیر قابل توجیه در تحویل دادن اجساد 52 شهید قتل عام هولناک اول سپتامبر 2013 در اشرف به خانواده ها و یارانشان، سرانجام دولت عراق در یک اقدام غیر قانونی و بدون اطلاع حتی نمایندگان سازمان ملل در عراق به طور مخفیانه و در مکانی نامعلوم اقدام به دفن این اجساد کرده است و به مراجعات و درخواست‌های مکرر خانواده‌های دفن شدگان نیز کمترین وقعی نمی‌گذارد. به اعتقاد من این اقدام شنیع که مغایر تمامی موازین قانونی و اخلاقی و انسانی و اسلامی و عربی است فقط اثبات کننده یک واقعیت است و آن اینکه دولت عراق تلاش می کند با از بین بردن معتبرترین آثار جرم در جنایتی که در اشرف انجام داد سناریوی رفع مسئولیت از خودش در این جنایت را کامل کند. اما شگفتی اصلی من در سکوت و بی‌عملی غیر قابل فهم سازمان ملل متحد از یونامی تا کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان و دولت آمریکا در این خصوص است. من و تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق طی ماه‌های اخیر چه از طریق نامه‌های فردی و چه حتی جمعی و گروهی بارها شما را در رابطه با بی‌عملی ناعادلانه و چشم‌پوشی بر روی ظلم گسترده‌ای که علیه پناهندگان لیبرتی صورت می‌گیرد مخاطب قرار داده و از جمله به همین موضوع، یعنی ضرورت مداخله فوری جهت تحویل اجساد 52 شهید اشاره کرده بودیم.
اما هرگز از سوی شما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.